اینجا یکی از بزرگترین صومعه های بوداییان در شهر کاتماندو کشور نپاله. ما بعد از یک ماه سفر زمینی و هوایی از مرز پاکستان و هند به قلب نپال و شهر کاتماندو رسیدیم. با اینکه 80% مردم نپال هندو هستند، ولی بوداییان این کشور هم از قدرت و نفوذ زیادی برخوردارند، چون طبق باوری کلی بودا در نپال زاده شده و حتی یونسکو رسما شهر لومبینی در جنوب نپال رو زادگاه بودا معرفی کرده. همین اطلاعات برای ما کافی بود که در بدو ورود به کاتماندو به این صومعه در مرکز شهر سر بزنیم. این صومعه یکی از بزرگترین مراکز آموزشی بوداییانه و حدود 1000 کودک اینجا تعلیم می‌بینند که در آینده راهب بشن. بچه های این صومعه هر روز با طلوع آفتاب از خواب پا میشن و در آرامشی بودایی لباس میپوشن و وسایلشون رو مرتب میکنن. البته بعضیاشون تازه واردن و شیطنت های کودکانشون رو هنوز دارن. نوبت صبحانه میشه که همه با هم در این آشپزخونه نوش جان میکنن. بعد از صبحانه وقت کلاس درس و مطالعه تعالیم بوداست. نزدیک ظهر و بعد از تموم شدن دور اول کلاس، بعضی از بچه‌ها لباس‌های کثیفشون رو می‌شورن و بعضی دیگه سر خودشون رو با بازی و تفریحات سالم گرم می‌کنن. هنوز وقت ناهار نشده و در حالی که بچه‌ها در حیاط صومعه سرشون گرم فوتبال و بازی‌های دیگه است، معلم‌ها به مشتمال دادن راهب بزرگ مشغولن که قرار پیش از ناهار سخنرانی کنه. نماز و دعا دوباره کلاس درس شروع میشه و بعدش بچه ها میتونن کمی هم تلویزیون تماشا کنن. این روند روزانه در تمام ایام سال به همین شکل ادامه پیدا میکنه تا کم کم بچه ها بزرگ میشن و نقش معلم ها رو به عهده میگیرن. بعد از گذراندن یک روز کامل در صومعه بوداییان، گشتی هم در کاتماندو زدیم، شهری که بخش‌های زیادی ازش از زمان زلزله 5 سال پیش تا امروز خرابه مونده و خاک موجود در هوا نفس کشیدن رو دشوار میکنه. اما با تمام ویرانی موجود، خدایان هنوز این شهر رو ترک نکردن و به هر گوشش که نگاه کنی خدایی به استراحت نشسته. مثلا در همین نقطه و این گاری عجیب خدای باران و کشاورزیه و اون یکی خدای خشم و طوفان. این خدای دندون درده. اگه دندونتون درد کنه میاد اینجا یه سکه میاریم با میخ میکنیم دندون درد از بین میره. نمیشه نپال اومد و معبد پشوپتیناس رو ندید، معبدی که از مهمترین عبادتگاه های هندو هاست و 1500 سال پیش ساخته شده. در این معبد روزانه جنازه های متعددی رو میسوزونن و خاکسترشون رو به آب میریزن. در هر گوشه و کنارش هم یوگی یا مرتازی در حال ریاضت کشیدنه، البته ریاضتی که بیشتر جنبه نمایشی داره، چون طبق آیین هندوها یوگی ها باید از تمام متعلقات دنیوی از جمله زن و بچه چشم بپوشن و تارک دنیا بشن، ولی مرتازهای نیمه لخته اینجا تمام تلاششون رو برای جلب توجه جهانگردها انجام میدن و بابت قیمت عکسی که ازشون بگیری حسابی چونه میزنن و توقع دلار آمریکایی دارن. آره رادیو آدھیاتم جوتیه. یه چیز استیشن سنتا ہے. अध्यात्म ज्योति है, फिर 1 बजे तक फिल्मी की देगा, फिर जो है तो आपको 6 बजे से देगा धार्मिक, ऐसा है. برام جالب بود که بفهمم چه میزان از این ریاضت کشی و خاکستر مرده به سر و صورت کشیدن و روی یک لنگ پا ایستادن از زهد و تقوا میاد و چه مقداری ازش نمایش خیابانی و کسب درآمده. برای همین با یکی از مرتازها گفتگویی کردم. ما تو بنارس پاتو تو لیکن یه تو جانم نپال تو ترائی تو ما پنی علیلی پڑھے گو چھو मेरो लाइफ में आज तो दिमाग में आयो कि मैं अपने योगी बनूं, मैं अपन साधु बनूं, मैं भी भगवान का भक्ति करने को सोचूं. क्या कारण है? अपनों आत्मशक्ति पाए. माने भीतर मेरे भीतर को आत्मा ले बनो कि तुम्हें भगवान को सेवा करना, भगवान को भजन करना. की बेला भयो कि हाँ अपने सोच अपने की कारण ले कारण होई न पहिला के गर्नु कारण पहिले त पढे लिखो कति फेरि मा त 10 क्लास तक पढे पहिले त्यसपछि के गर्नु भयो उसके बाद अपना गृहस्थी जीवन थियो फिर मलाई रुचि लाग्यो न अपना भगवान के भक्ति में ये गरि सक्नु भयो या के ऐसा होना कोई जब शादी करते गृहस्थ जीवन में ब्याह करे पची बन जो भगवान की भक्ति कर सकता साधु बन सकते ऐसा कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इतना ही कुरा था कि शादी ब्याह बच्चा पदा पर भी ये भी पंडित हो ब्राह्मण ये भी हो जगत गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण गुरु संन्यासी संन्यासी गुरु अविनाशी जगत का गुरु उसको सेवा करेगा तो आपको लाभ मिलेगा फल मिलेगा जहाँ रहेगा वहाँ आपको पहला गुरु तो माँ बाप है। केसरिया रहा है केसरिया चलाता है। شهری پر از رهرو و راهب و مرشد و خدایانی در هیبت گاری و مجسمه و سکوهای شمعاجین نمیتونه میزبان خدایی زنده تر نباشه. خدایی از پوست و گوشت و از جنس انسان. در پی یافتن خدایی از این دست راهی روستاها شدم. دنبال خونه خدا میگردم، البته نه اون خونه خدایی که میشناسیم، یه خونه است که توش خدا زندگی میکنه و من میتونم برم امروز خدا رو ببینم. بچه ها فیلم بردارا اینم جلو رفتن ببینن چی زودتر پیدا میکنه. با لباس قرمز داره بازی میکنه اینجا و همیشه باید قرمز بپوشه. کماری ایزد بانو الهه یا خدایی است در آیین هندو که در هیبت دختری نابالغ ظاهر میشه. کماری های شهر کاتماندو و به خصوص کماری سلطنتی تحت حمایت و حفاظت مستقیم دولت هستند. ولی این دخترک روستایی یکی از معدود ایزدبانوهای نپاله که میشه وارد خونش شد و بیواسطه فیلم و گزارش از او تهیه کرد. जस्तै अब उसको दिदीभन्दा अगाडि उसको निनी थियो हैन, निनी पछाडि अब उसको दिदी जन्मियो अनि उसको दिदी भयो अनि फेरि उसको दिदी पछाडि अनि उ जन्मियो फेरि उ भयो अब उसको पछाडि त्यो जन्मिन्छ त्यही हुन्छ। दाँत झरेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ दुधे दाँत झरेपछि चाहिँ कुमारी चेन्ज हुन्छ के आथियो नबाला वा माटले त्यो इनाटो ड्रुवा माटले त्यो ड्रु माटले त्यो आउ सुन लासन ध्रुव माल टोडी जिगा टनो ध्रुव माल मला आफ्नो गर्छौ भाइ म वा माल सुन कुम्बल डाला उजगा ज्यात न्यूज ल उया लिपो व मेटा वा या बियो उया मेरो कुन दियो जसले इतने कि थिएटर गम छ उयो वा डब्ल्यूबीआ ल मैले मला और ज्यात ने यु कार मोहनियो जिया आले जने 5 वर्ष लगते हो यो खोल 5% तया 5% तया 5% तया वा मास आ छु खुन जसा क्वेसन मेरो बिउ जाउ अरे आ जाउ रे सुयाल लासा सब बिचे टाइम में सुबह जिंदगी समय दिया न्याम न्यादु न्याम न्याम एटा 5-25 वर्ष दूरी लो न वो सब चेंज गया अरे और मैले तो साबे मैले तो खाना ठाकुर गयो खाना ठाकुर गया अरे जिंदगी अरे 3 वर्ष याव यार अरे अनजन लिपचन ये हम आ दुवाले सुदा आनो वा माटले टेउ आजीबी मोर म आजसी सन आव मत सम सुयाली का मतला उप मेजला आनो 6-7 दिन सुया این دختر کوچک یک ایزدبانوی روستاییه که هم روی زمین راه میره و هم پدرش هر روز او رو به مدرسه میبره. ولی خب اعضای خانواده‌ام حسابی مراقبن که بازی خطرناک نکنه و دچار صدمه یا خونریزی نشه. در حالی که قصه کماری های شهری و به خصوص کماری سلطنتی پر از پیچ و خم و تضاده. در حالی که این خدایان برای خانواده هاشون احترام و پول میارن، اما خودشون به نوعی تلف میشن. کماری سلطنتی اجازه صحبت کردن با کسی رو نداره، حق بازی کردن و شیطنت های کودکانه نداره و حتی نباید پای مقدسش رو روی زمین بذاره و راه بره. تا همین اواخر ایزدبانوی سلطنتی حق مدرسه رفتن و تحصیل و حتی تکلم کردن با مردم معمولی رو هم نداشت. در مورد این الهه های نپالی فیلم های متعددی ساخته شده و همه میدونن که این دخترکان کوچک چه شرایطی رو تحمل میکنن، ولی کمتر کسی میدونه که در نپال کماری مرد هم وجود داره. پسرک هایی که دقیقا مدل دخترها آرایش میشن و لباس میپوشن، ولی این پسرها شرایط مناسب تری از دخترها دارن و میتونن مدرسه برن و بازی کنن، نگران زخمی شدن و افتادن دندونشون نباشن و طبعا عادت ماهیانه و خونریزی هم ندارن. اونا تا زمانی خدا میمونن که در صندلی کماری جا بگیرن. هر زمان رشدشون تکمیل بشه و دیگه نتونن روی صندلی کماری بشینن، براشون جانشین تعیین میشه. اما ریشه این کماری ها از کجاست و ماجرا چطوری آغاز شده؟ بیماری باید که ور بیماری با بندی سنگی بگره کرم یو کمار ده سماتی بریزا کمار تا منه میالا یو کماری زنی کرامه را زون ده زنه کرامه یو بیماری رو کرامه تو سجا بیمار دورگا سوی انجن دیامه ایمه سو آوله کمار تا کماری تا کرامه نه منه میالیو خریدشن اکماری سنی چنه برلاسا کرامه تا مفقا بیده کرامه مفقا کرامه نه سنگی چی تو برسونی سیما راسا کمرنی پیام باد کرنام مینا نیگو پیام باد. اولی صبح زندگی و بار گریم جای کرنامی گریم جایه شما پانی نبودی مطمئن بودی. اون یا پویا شیرال داو اون گوش با زندگی آش نه تون بیه. اون سونی اون سونی بذار زندگی اون کرنام مینا پریزیا و یا اون ویدال زندگی موتی دار دیگی یا نه اون کندی پار دکه زایی کیم. اجازه زندگی کرنام رفته زایی کیه بومیگی کرامه داره دست مسترسان کلا میگیونی کتایی داری آتونه سعی کنیم میگیونی کمر داده سراغ او کمر داده نگی چون جاتی آخری چون بیمار جاتون داشته که ناسیرا کمر تا پجایی جا بیماری دیده ملایم جستیشون نگی ای یی نشویی گو جستیشون نگی باندازی گو یی باندازی گو چطور رونکیس لازم نیون وقت وقتا زمین پذوری پودو یادت جیاز آنان رو گرفت. اجازه اون نشون نیامدم که آریه دلار. وقتی فهمیدم که خواهر این دخترک ایزدبانوی قبلی این روستا بوده که حالا بازنشسته شده، از خانواده خواهش کردم که اجازه بدن گفتگویی هم با او داشته باشم. بالا اونه بلاره آیلگی فارفون نزد. अन्ना तो जो जासून मिला हुआ आव कुसाम छुपा रहा हूँ। स्कूल कती बजे जाएं? नहीं कती कती बजे सामने। पर तेरे वाला फरक कि कॉस्ट होने हो? तू उल्लागार जाने पड़ते हो? क्यों? ज़रूर है तेरे। अभी कॉस्ट होने तेरे वाला। साथी अगले कॉस्टली ट्रीट करने होते। किपनी बनने ना थे, नॉर्मल ही थे। तो क्या आगे की बीता जानते हो ऐसा ना? बीता ले मैंने तो कोई ऐड होता? तीन तक ही से। अब स्कूल का दिवस था नहीं? कब दिवस? टाइम था सा? कडी हेर्न आउँछ कि हुँदैन तपाईलाई त्यो के रे त्यो बुले नि भाचारो आयो भने चाहिँ त्यो चाँडै हुन्छ नि लागि स्कुल गएको बेला पनि हामी एकछिन खिच्न आउँछौँ है तपाईहरु स्कुल गएको एकछिन भिडियो खिच्न आउँछौँ है अझै बनिरहन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन लाग्दैन के हुन्छ दुख्छ नबन्नु पर्यो क्या आनन्द छ अनि सबैले आएर ढोग्न आउँछ भगवान भनेर ढोग्न आउँछ त्यसो भने मलाई रमाइलो लाग्दैन त हैन लाग्दैन किन जुरोले दुख्ने भएर पसिना गएको मेरो ए त्यो पूजा गर्दिन आमा त्यो जाति भन्ने त्यहाँ मन्दिरमा लाने त्यसको कस्तो डर हुन्छ को You'll have to wait for a while. This has to be offered to the group. Of course. نپال کشوریه که بیشتر مردم دنیا به خاطر کوههای هیمالایا و قله اورست باهاش آشنا هستند. ولی در دامنه این کوهها مردمی مذهبی زندگی میکنن که آداب و رسومی کهن و پیچیده و عجیب دارن. مردمی که زندگی هر کدومشون یک قصه کامله. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.